سلام عرض میکنم محضر دوستان عزیزان و حاضران در این محضر شریف و از آمدن شما بسیار سپاسگزارم. خوشحالم که خداوند توفیق داد که بار دیگر در اینجا حاضر شوم و سخن شیرین سعدی رو با شما در میان بگذارم و برای مدتی در محضر این شاعر گرانمایه و زنده کننده زبان فارسی باشیم. نوبت پیشین رو چنان که اشاره شد به کلیات سپری کردیم. من قدری بر باب سعدی زمینه و زمانه او سخن گفتم و اشاره به احوال این مرد بزرگ، روزگار او، سفرهای او و تجربه های او کردم و گفتم که سعدی پس از بازگشت از سفر آغاز به سرودن بوستان و سپس نوشتن گلستان کرد و این دو رو در فاصله کمی بپرداخت و پدید آورد. او ایام پر از مشغله و پر از فاجعه ای بود. مغولان به ایران حمله کرده بودند، خلافت عباسی بر افتاده بود و ایران صحنه تاخت و تاز دشمنان بود. شیراز هم از این تهدید مسئول نبود، اما حاکمان شیراز با تدبیری توانستند مغولان رو بیرون دروازه شیراز نگه دارند و اجازه ندهند که به اونجا راه پیدا کنند و یک امنیت نسبی رو در اون اوقات پرآشوب برای شیراز فراهم آوردند. سعدی از سفر بلند خود که بازگشت و به شیراز آمد، فضای نسبتاً مطمئنی و امنی پیدا کرد برای اینکه تجربه های خودش رو در قالب نظم و نثر در اختیار هموطنان و همزبانان خودش قرار بدهد و چنان که اشاره کردم در دوران خودش از این بخت برخوردار بود که سخن او مرزها رو در نبردد، بیرون از خطه فارس برود، بیرون از ایران برود، به کشورهای عربی و حتی به چین برسد و خنیاگران و نوازشگران حتی در چین ابیات او رو علی‌رغم اینکه به درستی معناش رو در نمی‌یافتند بخوانند و با آن بانگ و هیاهو کنند. چنین بختی کمتر رفیق کسی شده است که در زمان خود واجد چنین آوازه بلندی شود. مولانا رو می‌دانیم که فی المثل تا وقتی که در قونیه بود کمتر کسی او رو بیرون قونیه می‌شناخت. حتی سالها پس از وفات او، شاید 70 سال بعد بود که یک نفر از عرفا در ایران نام او رو در کتاب‌های خود ذکر کرد و پس از آن بود که آوازه او در گرفت و دیگران او رو بهتر و بهتر شناختن تا به این پایت رسید که امروز رسید است. اما سعدی البته حکایت دیگری داشت. باری عزمی که به تحلیل و تشریح بوستان کرده ایم، امیدوارم که و عهدی که با دوستان بسته ایم، امیدوارم که به پایان ببریم و این کتاب پرنکته رو به شرح بگذاریم و از مواهب آن استفاده کنیم. سعدی شاعری است که شعرهاش رو باید خوند و حقیقتاً کمتر باید به شرح آن و تحلیل آن پرداخت، برای اینکه برخلاف مولوی در سعدی کلام و زبان موضوعیت دارد و بسیاری از سخنان سعدی رو که به شعر گفته، به نظم گفته، اگر ما به نثر درآوریم قوت خود رو از دست خواهد داد و باید به همون صورت بماند که در اصل مانده است. این اندیشه ها منظوماً به ذهن سعدی رسیده است و همون گونه بر روی کاغذ آمده است و در اختیار ما نهاده شده است. اونها را اگر از هم باز کنیم و واسازی کنیم، دیکنسترکت کنیم، چیزی از اونها نمی‌ماند. به همین سبب
سفارش من و خواهش من از عزیزانی که در اینجا حاضرن و همه کسانی که صدای منو میشنوند این است که قدری به حافظه خودشون فشار بیاورن، باری بر روی اون بگذارن، اشعار این مرد بزرگ رو به قدر طاقت حفظ کنند، زمزمه کنند، خوراک ذهن خودشون و شیرینی دهان خودشون قرار بدهند، فرزندان خودشون رو توصیه کنند. روزگاری است که ما کمتر از حافظه خودمون استفاده میکنیم. بعضی از پدر و مادرها هم از سر دلسوزی کاذب میگویند که فشار به حافظه فرزندان نباید آورد. این حافظه، این صندوقی که خداوند به ما عنایت کرده، اونقدر جا دارد که هر چه در آن بینبارید فشاری وارد نمیشود. قرآن باید حفظ کرد، سعدی باید حفظ کرد، این شاعرانی که اینطور رایگان در اختیار ما قرار گرفتن باید زینت حافظه ما باشد. و بهترین وقت هم دوران کودکی است که به کودکان یاد داده شود. خود زیبایی کلام هم کششی و جاذبه‌ای دارد که خدمت می کند به حافظه و می آویزد از حافظه آدمی و به همین سبب کار رو سهل‌تر می کند. توصیه من این است که این امر رو عزیزان فرو نگذارند. این کتاب هاییست که باید در منازل ما وجود داشته باشه. من سال گذشته در تورنتو بودم و قرار بود که درباره سعدی چند سخنرانی بکنم که کردم، اما عجیب این بود که از بسیاری از خانواده‌های ایرانی خواستم که یک کلیات سعدی در اختیار من قرار بدهند که من به اون مراجعه کنم. یک نفر نداشت و این مایه تأسف بود. این رو من به منزله درد، از سر دردمندی به شما عرض می کنم. چرا باید اینطور باشه؟ البته ما حافظ خونه ها داریم، خوشبختانه. نمیدونم چقدر لاشو باز می کنیم و می خونیم، ولی اون رو بالاخره در قفسه ها هست و یا قرآن هم داریم. اما پاره دیگر از بزرگان ما که اونا هم حق عظیمی به گردن ادبیات ما و تاریخ فرهنگ ما دارن، تقریبا از صحنه زندگی ما غائبند و احترام لازم و اعتناء لازم رو نمییابند. امیدوارم که این مشکل درمان شود، این خلأ پر شود و توجه دیگری ما به اونها بکنیم. سعدی آفریننده زبان فارسی است، چنان که بزرگان فن نوشتهاند و در این هیچ تردیدی نیست و ما امروز به زبان سعدی سخن میگوییم. به همین دلیل هم هست که سعدی رو خوب میفهمیم، لذت میبریم، میتوانیم از او استفاده کنیم. چنان که محبت قبل هم گفتم، انواع ضرب المثل ها در زبان ما جاری است که شاید ندانیم از کجا آمده، اما از آثار و ثمرات اندیشه ها و مکتوبات سعدی است. حق ناگذاری و جفا کردن نسبت به سعدی شرط نیست، شرط مروت نیست و این امر باید درمان شود و جبران شود. امیدوارم که جلساتی که با هم داریم انگیزه‌ای برای عزیزان ایجاد کند که پاره‌ای از وقت خودشون رو به این امر اختصاص بدهند. همش فیلم دیدن و همش ایمیل جواب دادن و همش سراغ فیسبوک رفتن و اینا نیست. این بیماری‌هایی که ما امروز مبتلا شدیم و هممون هم کم و زیاد مبتلا هستیم، اما باید کنترل کنیم و اگر کنترل نکنیم این سیل ما رو میبرد و این باد چراغ ذهن ما رو خاموش میکند و در تاریکی باقی خواهیم ماند. خب از این مقدمه عبور کنیم و از هر چه میرود سخن دوست خوشتر است. پیام آشنا نفس روح پرور است. به خود سعدی پردازیم که این سخنان رو یاد ما داده است و آموزگار زبان و ادب ماست. اشاره کرده بودم که سعدی از لحاظ کمیت اشعاری که برای ما به جا نهاده است جزو متوسطان است. در صدر لیست کسانی مثل صاحب تبریزی و فردوسی و مولوی قرار دارند که 50,000، 60,000، 80,000 بیت شعر از اونها به جا مانده است. مولانا 60,000 بیت برای ما نهاده است، صاحب تبریزی نزدیک 80,000 بیت، فردوسی 50,000 بیت. اما همین که پایین تر میایم و به سعدی میرسیم، مجموع اشعار سعدی نزدیک 15,000 بیت است که 700 بیت آن تقریبا عربی است
و ما فارسی زبانها با آنها رابطه کمتری میتوانیم بگیریم و بقیه به زبان فارسی بسیار شیرین و فاخر است. دوستانی که در پیش داریم و به شرح آن میپردازیم 4000 بیت تقریبا هست، بنابراین تخمینا 1/4 اشعار سعدی رو تشکیل میدهد. این از دوستان که مثنوی است، بقیه اشعار سعدی همه به صورت غزل هاست، غزل های عاشقانه، غزل های واعظانه، غزل های عارفانه و قطعاتی که سروده است و الحق سعدی در قطع سرایی هم سرآمد ادیبان ماست که داستان دیگری دارد. خب از این مقدمه عبور کنیم و وارد دوستان بشویم. دوستان قبلا هم آوردم که در سال 655 سروده شده است و کمی پس از آن گلستان نوشته شده است در سال 656، و این 656 درست همان سالی است که خلافت عباسیان به دست هوراکو خان و مغولان برافتاد. سعدی در شیراز بود و حکایت برافتادن خلافت عباسیان رو شنید و رنجور شد و دردمند شد، هم به عربی و هم به فارسی در باب این حادثه سوگناک سخن گفت، اشعار فراوان گفت و نشان داد که نه تنها از آن حادثه متاثر است بلکه حملات مغولان را هم نمیپسندد و نمیپذیرد، گرچه در مقابل آنها هم تقریبا سکوت اختیار کرد، برای اینکه چنان که خواهیم دید فلسفه سعدی این بود که در مقابل کسی که زور زیاد دارد باید کوتاه آمد، چون ندارین آخون در رند تیز، با بدان آن به که کم گیری ستیز. هر که با پولاد بازو پنجه کرد، ساعد سیمین خود را رنجه کرد. بعد میگوید که ناسزایی را که بینی بختیار، عاقلان تسلیم کردند اختیار. باش تا دستش ببندد روزگار، پس به کام دوستان مغزش برار. وقتی که به حضورت نمیرسه تسلیم شو، کوتاه بیا، سکوت انتخاب کن و اختیار کن تا وقتی که دستش روزگار ببندد، پس به کام دوستان مغزش برار. بارها سعدی این توصیه رو کرده است. از اینجا هم فلسفه سیاسی و هم مشی اجتماعی و فرهنگی او رو میتوانید به دست بیارید. اما اظهار تأثر کرد، اظهار تعلق کرد و گفت آسمان را حق بود کرد خون بگرید بر زمین در زوال ملک مستعصم امیر المؤمنین، و نشان داد که زوال خلافت عباسیان رو فاجعه‌ای برای عالم اسلام میدانسته است. در سال 656 گلستان رو نوشت و تاری هم بر او ایراد گرفتن که در آنجا گفته است که در آن مدت که ما را وقت خوش بود ز هجرت 656 بود. گفتن که شما خوش میگذروندی ولی اون طرف در بغداد نزدیک 200,000 نفر را قتل عام کردن و خبرش گویا به شما نرسیده بود و اندوهی ایجاد نکرده بود، که این حرف البته درست نیست. داری سعدی کتاب خودش رو با حمد خداوند و سپس با نعت رسول اکرم آغاز میکنند. من اگر برسم این نوبت به همین قسمت اکتفا و اختصار خواهم کرد تا در دفعات بعد انشاءالله به داستانها و به حکمتهای نهفته در آنها بپردازیم. این سبک رایجی بود نزد عموم ادیبان ما که کتاب خودشون رو با نام خداوند شروع می کردن و سپس با نام خداوند آغاز می کردن، سپس به نعت پیامبر می پرداختند و آنگاه موضوع اصلی کتاب رو بیان می کردن و به دنبال آن مطالب خودشون رو می آوردن. گفتن براتون و بارها و دیگران هم گفتن که شاید در این میان مولانا استثناست، برای اینکه کتاب خودش رو
با نام خداوند با بسم الله الرحمن الرحیم و یا چیزی از این قبیل آغاز نکرده است و بشنویم چون شکایت میکند الی آخر و سر اون رو هم بیان کرده اند و بنده هم بیان کردم که مولانا هیچ وقت به طور رسمی به خداوند نمی پرداخت، هرگاه که حال او اقتضا می کرد نام خداوند بر زبان او جاری می شد، دعا می کرد، تضرع می کرد، با خداوند سخن می گفت، گاهی هم سخنهای نهانی و رازآلود. اما رسم این نبود، مولانا استثناء بود در این باب و رسم همین است که سعدی آورده است، نظامی آورده است و دیگران. اما در دیوان حافظ اگر شما میبینید چنین نیست، برای اینکه حافظ اساسا کتاب نمی نوشت، حافظ غزل می گفت و این غزل های پراکنده رو جمع کردند و در کنار هم نهادند و اون هم پس از مرگ و دیوانی کردند و لذا ابتدا و انتهایی ندارند دیوان حافظ. و اینکه امروزه با این غزل شروع می شود که الا یا ایها الساقی ادر کأسا من ناولها، این به خاطر حرف الفی است که در انتهای غزل آمده و سپس حرف ب، و هیچ معلوم نیست که این اولین غزلی باشد که حافظ سروده است و به احتمال قوی هم نیست، برای اینکه آثار پختگی در این غزل دیده می شود که باید متعلق به دورانهای بعدی حافظ باشند، غزلهای خامتر از این و فرودستر از این در دیوان حافظ است. لذا دیوان حافظ حکم حکایت دیگری دارد. اما به کتاب سعدی که می رسیم، حتی در غزلیات سعدی هم همینطور است، اونجا هم باز با ذکر خداوند آغاز می شود. خب من مایلم چند نکته رو اینجا اشاره کنم. اولا از بیت آغازین به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین، از اینجا آغاز کنیم که سعدی از مهمترین اوصافی که برای خداوند بیان میکند زبان آفرینی است. این نکته ایست که البته از قرآن گرفته است که الرحمن خلق الانسان علمه البیان و جزو مهمترین کارهایی است که خداوند کرده است، جزو برترین پدیده هایی است که در طبیعت و در عالم انسانی ظاهر شده است، چیزی به نام زبان. شاید اهمیتی که زبان امروز دارد و فیلسوفان زبان و زبانشناسان برای آن قائلند هیچگاه در گذشته نداشته است، یعنی این سخن امروز برای ما بسیار باور کردنی تر پذیرفتنی تر است که زبان رو یک پدیده فوق العاده عجیبی و مهمی و شگفت‌آوری بدانیم و در میان مخلوقات خداوند انگشت روی این مخلوق ویژه بگذاریم. شما می توانید امروزه روی مغز مثلا با این شگفتی هایی که داره انگشت بگذارید، یا روی جنین و پرورده شدن جنین در رحم مادر، و یا بر پدیده ها و حوادث دیگری. اما زبان حقیقتا جای خودش رو داره و حتی از اینها هم پیچیده تر و مهمتر است. وقتی که شما وارد عمق این معنا میشید و این رو باید جزو دریافت‌های ناب سعدی دانست، زبان نزد او از چنین اهمیتی برخوردار بوده است. خداوند رو در اینجا به اوصاف متعددی سعدی وصف می‌کند: خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطابخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت و هر در که شد هیچ عزت نیافت، خداوندی که عزت می‌دهد، خداوندی که ذلت می‌دهد، خداوندی که کریم است و مهمتر از همه چنان پهنخان کرم گسترد که سیمرغ بر قاف روزی خورد. این نکته رو سعدی در قسمت‌های دیگر دوستان هم آورده است. از مطالبی است که همیشه مورد توجه عارفان ما بوده است که خداوند رزقش رو به همه میدهد و برای او فرق نمی کند که آدمیان کافر باشند یا مؤمن گناهکار باشند یا پارسا و اهل این نژاد باشند اون نژاد، اهل این کشور باشند یا اون کشور. و این نکته فوق العاده مهمی است که خداوند رزاق است و رزاق همگان است، به خاطر معصیت، به خاطر کفر رزقش رو از کسی بر نمیگیرد. داستانی دارد همین سعدی در بوستان که میگوید که ابراهیم مهمانسرایی داشت
و افراد رو و خودش هیچگاه به تنهایی غذا نمیخورد، افراد رو همیشه دعوت میکرد تا مهمان او باشند و هم سفره و هم غذای او باشند. روزی کسی به مهمان سرای او نیامده بود، پیرمرد آمد بیرون و کسی رو یافت و با خودش به مهمان سرا برد و غذا در پیش او نهاد و مشغول خوردن شدن. اما قبل از خوردن ابراهیم دید که اون مهمان نام خدا رو نمی برد و شکر خدا رو نمی گذارد. به او گفت که ما رزق خدا می خوریم، چرا اسم خدا نمی بری و شکر رو نمی گذاری؟ او گفت معلم من به من چنین چیزی یاد نداده است. ابراهیم عصبانی شد و بیرونش کرد، گفت برو از سر سفره من برو، تو که خدا ناشناسی حق نداری که بر سر سفره من بنشینی. که بلافاصله عتاب خداوند به ابراهیم رسید که رزق من برای همه یکسان است و مثل بارانی که بر همه جا میریزد و میبارد، این رزق هم بارش داره. در احوال ابوالحسن خرقانی هم نوشتن، گفتم این یک تن عام در میان عارفان ما بود، یعنی این صفت الهی رو، رزاق بودن رو از او گرفته بودن، ستانده بودن و تعمیم داده بودن که همگان باید چنین باشن. وقتی که در مقابل گرسنه‌ای، دردمندی، محتاجی قرار میگیری، سوال نکن که تو مسلمانی، نامسلمانی، کافری، مؤمنی، گناهکاری، بارزایی، به اینا کاری نداشته باش. وقتی کسی مستمند و محتاج است، به اون احتیاج او نظر کن. ابوالحسن خرقانی گفتن که بر سردر خانقاه خودش نوشته بود که هر کس که به اینجا می آید نانش دهید و از ایمانش مبوسید. این همون سخنی است که سعدی در اینجا هم آورده است که چنان پهن خان کرم گسترد که سیمرغ بر قاف روزی خورد، خداوند چنان سفرهش پهنه که همه بر سر او می نشینند و هیچ کس از او محروم نیست. از آذر بیگدلی یه غزلی رو به یاد بیاورم، روز به شعرهای دوران صفوی هست، میگه که به شیخ شهر فقیری زجو برد پناه، بدین امید که از لطف خواهدش نان داد. رفت پیش شیخ شهر فقیر گرسنه‌ای و فکر میکرد که به او رسیدگی خواهد کرد. هزار مسئله پرسیدش از مسائل و گفت اگر جواب نگویی نخواهم از نان داد. گفت بس این مسئله ها رو جواب بده ببینم نماز تو بلدی، وضو گرفتن تو، غسل تو، تیمم تو، این و اون. فقیر را چو نبود حالت سؤال و جواب، ببرد آبش و نانش نداد تا جان داد. و بعد این شاعر میگه عجب که با همه دانایی این نمیدانست که حق به بنده نروزی به شرط ایمان داد. من و ملازمت خانقاه پیر عزب پیر مغان که جام می به کف کافر و مسلمان داد. و این وقتا وقتی این شعرهای سعدی رو میخوندم به یاد سوالاتی افتادم که گاهی بعضی ها با من در میان میگذاشتن که آیا شایسته است مثلا در باب تمیمان بیشترین مطرح بود کسی وطن خودش رو رها کنه بیاد و این بیماران کافر رو در اینجا درمان بکنه؟ حالا اینکه آدمیان از کشور خودشون به جای دیگری میرون، این یک بحثی است. هیچ دلیلی هم نداره که انسان جایی که به دنیا آمده تا آخر عمر همونجا بمانه. همونجا تو تعلیمات سعدی هم از سعدی ها به وطن گرچه حدیثی است درست، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. من تو کشور خودم بمیرم، هزار رنج و زحمت ببرم، مشقت ببرم، چون من اونجا به دنیا اومدم. مگه در اختیار من بوده به دنیا اومدم؟ من بعدا میتوانم وطن دیگری انتخاب کنم. جزو کلمات مولا علی هست که فرمودن خیر البلاد ما حملک، بهترین شهرها شهریست که تو در اونجا سواره تو بر دوش میگیرن و تو در اونجا کارت روان است، به تو احترام میگذارن، حقوقت محفوظ است. نه کشوری و شهری که اونجا پیاده یا سوار تو میشن و شروط و حقوق انسانی تو رو حفظ نمیکنن. انسان هر جا که باشه، وقتی که بنده خود خدا باشه، وقتی که تکالیف خودش رو انجام بده، کار نیکوست. همه آدمیان هم بنده خدا هستن. حالا حرف اصلی من در اینجاست، اینکه یه طبیبی کافران رو معالجه میکنه، خب هیچ فرقی نداره با اینکه اگر یه کافری فی المثل گرسنه بوده به شما مراجعه کرد، شما به اونان بگید، شما از اون رفع گرسنگی کنید و زندگی او رو
تأمین بکنیم. این نکته ایست که عارفان ما همیشه بر او تأکید کردن و به ما آموختن که مبادا بر مسائل انسانی و رسیدگی ها پای ایمان و کفر رو در میان بیاورید، چون که خداوند این کار رو نمی کنه، ولی که خداوند بالا و پست به اسیان در رزق بر کس نبست. این سخن اصلی سعدی در اینجا. بعد سعدی وارد نکته های دیگری می شود که در حقیقت بحث رحمت الهی رو مطرح می کنه و این که چنان گسترده است رحمت خداوند که شیطان هم در رحمت الهی طمع می کنه. نباید پنداشت که هیچ کسی برای ابد از رحمت خداوند محروم است. این چنین نیست. ممکنه کسی خودش رو محروم بکند، اما خداوند چنین قولی نداده است و چنین اصل ثابت لایتغیری وجود ندارد که کسی برای همیشه محروم از رحمت او باشد. بنابراین گناهکارترین آدمیان باید همیشه احساس بکنند که راهی همچنان هست و چنان نیست که تمام روزنه ها و دریچه ها بسته شدند. اون شعر نیکوی سعدی که در ابتدای گلستان دارد که گرد محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است، پرده از روی عفو گو بردار، کشقیا را امید مغفرت است. اگر خدا سخت بگیره پیامبران هم بر خود می لرزند، ولی اگر آسان بگیره همه گناهکاران امیدوار می شوند. پرده از روی عفو گو بردار، کشقیا را امید مغفرت است. معنای این البته جرأت بر گناه کردن نیست. معنای این نیست که آدمی بی‌پروا باشد به امید اینکه رحمت خداوند شامل حال او بشود. معنای این آن است که خداوند می‌داند که با بندگان خود چه کند و هیچگاه روزنه‌های امید رو بر کسی نمی‌بندد. اگر در دهد یک صلای کرم، عزازیل گوید که نصیبی برم. عزازیل نام شیطانه. وقتی که خداوند در کرم و احسان خودش رو باز میکنه، شیطان هم امیدوار میشه، میگه نصیبی هم به من خواهد رسید. در اینجا سعدی نکته میگه که من بدم نمیاد این رو هم برای شما بگویم. البته مربوط به علم کلام است، ولی اشاره به او نیکوست. بر احوال نابوده علمش بصیر، به اسرار نگفته لطفش خبیر. میگوید که علم خداوند بصیر است نسبت به اموری که هنوز نیامده است و نشده است. دو تا صفاتی که در قرآن برای خداوند آمده، یکی این است که خداوند بصیر است، یکی این است که سمیع است، میشنود و میبیند. اختلافی میان متکلمان و مفسران بود از قدیم که خداوند چگونه میبیند و چگونه میشنود. چون چشم نداره، چون گوش نداره، بلکه شنیدن و دیدن میتواند موجب تغییر در ذات خداوند بشود و اینها هم که بر او روانیست. به همین سبب میگفتند که سمع و بصر الهی، دیدن و شنیدن او به معنای عالم بودن اوست. یعنی خداوند عالم به مبصرات است، خداوند عالم به مسموعات است. یعنی چون میداند که چه چیزی هست و اتفاق میفته، چون میداند که چه سخنهایی گفته و شنیده میشود، در حکم این است که خداوند هم سمیع است هم بصیر. در واقع در اینجا سعدی این موضع رو گرفته است، میگوید که بر احوال ما بوده علمش بصیر، علم خداوند بصیر است نسبت به اموری که اتفاق نیفتاده است، نه اینکه چشمی دارد و دیدن ویژه‌ای برای او هست. خب چون که داستان و این بیانات در مورد خداوند است، سعدی رفته رفته وارد مسئله شناخت خداوند و بلکه ناشدنی بودن شناخت خداوند می شود. از اینجا آغاز می کنم، من که همه ابیات رو نمی خوانم. جهان متفق بر الهیتش، فرو مانده در کنه ماهیتش. در حالی که همه متفق بر الهیت و الوهیت خداوندن، اما از فهم و درک کنه ماهیت او عاجزند و فرو مانده‌اند.
فقط اینجا اشاره کنم که کلمه ماهیت رو ما برای خداوند به کار نمیبریم، فیلسوفان به کار نمیبرن. اینجا سعدی به ضرورت شعری این کلمه رو به کار برده. حکیمان وقتی که در باب خداوند سخن میگن هیچ وقت ماهیت خداوند نمیگن، گاهی ذات خداوند میگن، گاهی اگر فیلسوفانه تر سخن بگوین علمیت خداوند میگوین، چون خداوند ماهیت نداره. ماهیت مال موجودات ممکنه و چیزیست که یعنی ظرفیست که از وجود پر میشه و خالی میشه، اما خداوند عین وجود است و نظام ماهیت نداره و امکان هم در او راه نداره. باری یک نکته لفظیست، خیلی اهمیتی نداره. به اینجا که سعدی میرسه بعد حرف خودش رو میزنه، از اینجا به بعد ابیات یک لحن دیگری میگیره، گرم میشه، داغ میشه، پای تجربه شخصی سعدی در میان میاد و نهایتا هم یک نکته آموزشی خیلی مهمی رو با ما در میان میزنه. میگه چه شبها نشستم در این سیر گم، که دهشت گرفت آستینم که قل. شبهای بسیار رو سپری کردم و در ذات خدا فکر میکردم که خدا چیست، خدا کیست، این کسی که به ما معرفی کرده اند چه اوصافی دارد، چه ارتباطی با ما دارد. میگوید که به جای راه نیافتم، دهشت گرفت آستینم که قم. دهشت یعنی حیرت، نه یعنی وحشت. این اشتباهیست که من دیدم بعضی رو در فارسی میکنم. اندهوش یعنی متحیر، کسی که دهشت به او دست داده است. دهشت گرفت آستینم که قم. تحیر آستین من رو گرفت، گفت برخیز، بلند شو، این کار تو نیست و راه به جایی نمیبری. و نه ادراک در کنه ذاتش رسد، نه فکرت به قور صفاتش رسد. توان در بلاغت به صحبان رسید، نه در کنه بیچون صبحان رسید. صحبان یکی از سخنوران بسیار زبردست و ادیبان نامور عرب بود. سعدی میگوید که میتوان در بلاغت به صحبان رسید، تا اون اوج و اون ارتفاع میتوان رفت، نه در کنه بیچون صبحان رسید. اما اینکه فکر کنی دست به دامن خداوند میرسد، یعنی دست ادراک به دامن شناخت او میرسد، چنین هوسی نکن. نه هر جای مرکب توان با تاختن، که جاها سپر باید انداختن. با این مرکب عقل که خدا به ما داده، به قول مولانا با این عصای عقل که خدا به ما داده، همه جاده ها رو نمیتوان پیمود، هر راهی رو نمیتوان رفت. جاها سپر باید انداختن، جاهایی هست که باید تسلیم شد، باید اعتراف به عجز کرد، باید سپر انداخت. خب حالا یک دستورالعملی هم میده، میگه بسیار خوب، کسانی هستن که اعتراف میکنن که عجزشون از ادراک خداوند قاصر است. حتی از پیامبر نقل میکنه در گلستان که ما عرفنا که حق معرفته، که اونچنان که باید تو رو شناخت ما تو را نشناختیم. پیامبر در مقابل خداوند چنین عجز اعتراف به عجز میکنه، ما که جای خود داریم. سعدی راهی رو باز میگذاره در اینجا، میگه اگر طالبی که این زمین طی کنی، نخست از به باز آمدن پی کنی. تأمل در آینه دل کنی، صفایی به تدریج حاصل کنی. مگر بویی از عشق مستت کند، طلبکار عهد الستت کند. تو گوش بدید به این اشعار سعدی. اگر طالبی که این زمین طی کنی، نخست اسب باز آمدن پی کنی. یک شرطی میگذاره، میگه اگه مایلی که پا در این وادی بگذاری و این زمین رو طی کنی، یک شرط داره و اون این که بدانی که بازگشتی وجود نداره. یعنی پا در دریایی میگذاری که نهایتا غرق خواهی شد و دیگه باز آمدنی نیستی از این سیر. این حرف عجیبیست از سعدی، که خطر این راه این است که برگشتی وجود نداره و باید بری و بروی تا انتهای بی انتها که هیچ کس نمیدانه. از طرفی به ما میگوید که راه بی پایانیست، از طرفی هم به یک معنا ما رو میترسانه که هوس نکنید. این از اون کارها نیست که هوس بازانه
بتوانید تا در او بگذارید و به جایی برسید. مسئله مشکل تر از این است. ما همیشه در باب عشق این رو از شاعران شنیده ایم که فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست، کجاست شیردلی که از خطر نپرهیزد. اینها رو برای ما گفتن، اما اینکه راه خداشناسی راهی است که بی بازگشته و اگر کسی پا در این راه بگذاره باید امید بازگشت نداشته باشه، حرف خیلی مهمی است. چرا حرف مهمی است؟ به چند دلیل. یه دو بیتی سعدی در گلستان داره که مشهور است که میگوید این مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد، این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. این شعر لطیف و شیرین پرده از یک حکمت فاخری برمی‌دارد. میگه رفتن در آتش عشق یا رفتن در آتش شناخت خداوند مثل رفتن پروانه در آتش است. سوختن نهایت اوست، بازگشتی وجود نداره. پا در راهی میگذاری که نیست شدن غایت و پایان اوست، نه اینکه میروی نیرو میگیری و بعد باز میگردی. رفتنی است بی بازگشت. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. در حقیقت سعدی میخواد به ما اینجوری بگه و مشی او هم در عمل نشان میداده که بسیاری از این کسانی که تخت پوست ارشاد افکندند و خلق رو به خودشون دعوت میکنند و ندا میدهند که ما راه رو پیدا کردیم، ما به خدا رسیدیم و ما بازگشتیم، میخواییم دست شما رو بگیریم ارشاد کنیم، که اینا عمومشون مدعیان بیخبری هستن، مغازه و دکان باز کردن، این همه فرق صوفیه، این همه خانقاه ها، این همه درویش ها، این همه مدعیان رهبری و شیخوخیت و ارشاد، برای اینکه اینا اگه خبری بهشون رسیده بود دیگه خبری ازشون نمیومد. اون را که خبر شد خبری باز نیامد. اینا اگر این راه رو رفتن دیگه این راه بی بازگشت است. این خیلی حرف مهمی. سعدی این رو بعدن البته تکمیل میکنه، نکته های دیگر میگه و اون رو هم براتون میخونم، ولی ببینید این ابیات یادتون باشه. اگر طالبی که این زمین طی کنی، نخست اسب باز آمدن پی کنی، یعنی اسبی که تو رو میخواد برگردونه پاهاشو باید ببری، یعنی دیگه مرکبی برای بازگشتن نداری. خب راهش هم اینه که تأمل در آینه دل کنی، صفایی به تدریج حاصل کنی، مگر بویی از عشق مستت کند، طلبکار عهد الستت کند. به در رد یقین پرده های خیال، نماند سرا پرده الا جلال. میری جلو، اونقدر میری جلو که به مقام یقین میرسی و مقام یقین مقامی است که در اونجا خیال محو میشه. برای اینکه ما سه مرتبه ادراک داریم، این رو همه فیلسوفان گفتن، مولانا که بهترین بیانها رو خصوصا در باب خیال و قوه خیال داره، یکی مرتبه حسه، بعد از اون مرتبه خیاله و بعد از اون مرتبه عقل و یقین عقلی است، و بلکه بالاتر از یقین عقلی یقین تجربی، یعنی تجربه های معنوی و مافوق حسی و تجربه های اشراقی، به اصطلاح تجربه های ابرآگاهانه. به در رد یقین، چون در فلسفه به اعتقاد عموم عارفان ما کسی به یقین نمیتونه برسه. خب قیل و قال بسیار، مشاجرات بسیار، گفتن فلسفه دار مشاجره است و همینطور هم هست، یا وادی جدل است همونطور که فقه وادی حیل است. اینا میتوانن یه گره هایی رو به ظاهر باز و بسته بکنن، باز و بسته بکنن، نه اینکه یه گره رو بر الالعبد باز کنن، و آرامشی هم به کسی نمیبخشن، برای اینکه همیشه این جدل در درون شخص فیلسوف جریان داره. اما اون آرامش عقلانی و وجدانی و اشراقی وقتی حاصل می شود که یک یقین فوق عقل برای آدمی حاصل بشه، و اون وقتی است که به در رد یقین پرده های خیال و نماند سرا پرده الا جلال. از جلالت خداوند وقتی که سخن میگه، یعنی تابشی و اشراقی که آدمی رو به حیرت فرو میبرد، این رو
جلال میگویند، یعنی عظمت و جلالت. مایل نیستم اینجا مقایسه کنم، ولی بسیار شبیه است، حتی لفظاً و معناً این سخنان سعدی با مولانا. عجیب است. دورباش غیرتش آمد خیال، گرد بر گرد سراپنده جلال. این الفاظ در کلمات مولانا به کار رفته و من با من چون معاصر بودن و قبل هم گفتم نمیدانم که کی از کی اخذ کرده و واقعا اینا حرفاشون و صداشون به هم رسیده، ولی مشابهت در مضامین هم در دوستان و هم در غزلهای سعدی مشابهت با مولانا بسیار زیاد و مکرر و متعدد است و کمتر کسی به این مطلب پرداخته. خب عموما نوشتم که سعدی در سرودن بوستان تحت تاثیر شاهنامه فردوسی بود که درسته و وزن بوستان هم وزن شاهنامه فردوسی است، اما کمتر کسی توجه به این کرده که پاره مضامین و پاره داستان ها در این کتاب هست که مولوی هم اونها رو ذکر کرده و این قرابت یا این توارد گاهی بیش از اتفاق است و شاید یک سر دیگری اینجا وجود داره. خب تا اینجا سعدی به ما گفت که اگر پا در این راه بگذاریم بحر بی پایان و جاده بی پایان نیست و امید بازگشت نیست، تا این بیت رو بیان میکنه، میگه در این بحر جز مرد دایی نرفت، گم آن شد که دنبال رایی نرفت. و کسانی که از این راه برگشتند برفتند بسیار و سرگشتند. مرد دایی یعنی کی؟ یعنی پیامبر، به قرینه ابیاتی که بلافاصله بعد از این در نعت پیامبر میاد، میگه در این راه، در این راهی که من براتون بیان کردم که بازگشتی وجود نداره و در این دریا که هر کس برود غرق میشه و بر نمیگرده، تنها کسی که رفت و برگشت پیغمبر. این خیلی حرف مهمی است، یعنی اون جزء مدعیانی نبود که او را که خبر شد خبری باز نیامد، او تنها استثناء بود در اینجا که خبری گرفت ولی باز آمد و به ما خبر داد. من یک قصه رو بارها براتون گفتم، این رو مرحوم اقبال لاهوری در کتاب بازسازی فکر دینی نوشته است، از قول یکی از صوفیان هندی به نام شیخ یا مولا عبدالقدوس گانگهی. فرق صوفی و پیامبر رو بیان میکنه، میگه این آقای عبدالقدوس گانگهی سخنی گفته است که در طول تاریخ تصوف هیچ کسی سخنی به این روشنی در باب فرق میان صوفیان و عارفان و پیامبران نگفته است. چه گفته آقای ملا عبدالقدوس؟ میگوید که پیامبر به معراج رفت و برگشت، اگر من بودم والله بر نمیگشتم. یعنی عیناً این جملات است، یعنی کار عارف اینه که خودش به جایی برسه، غم دیگران رو نمیخوره. حالا یا غم دیگران رو نمیخوره یا مأموریت نداره یا اساساً پا در وادی میگذاره که چنان که سعدی گفت باز ناگشتنی است، امکان بازگشت وجود نداره و خبرش میشود و خبری هم از او باز نمیآید. بسیار. در این بحر جز مرد دایی نرفت، گم آن شد که دنبال رایی نرفت. کسی گم میشه که دنبال چوپان نمیره، یه رمه سرگشته سرگردان در بیابان و به این سوز. کسانی که از این راه برگشته اند برفتند بسیار و سرگشته اند. از این راه یعنی از راه پیروی پیامبر. کسانی که از این راه برگشتند و پیروی نکردن از یک راه بر فکری و معنوی، خودشون رفتن به سرگشتگی مبتلا شدن و به جایی هم نرسیدن. و وقتی این ابیات سعدی رو میخوندم حقیقتش یاد این عرفانهای جدید افتادم، نیو ایج که اینجا خیلی زیاده. هر کسی آمده و مدعی طریقتی است برای خود. یکی از تفاوت‌های خیلی مهم میشن با این طریقت‌های پیشین این است که اینها نه شیخ داره
نه سنت داره. ببینید دوستان گرامی، طریق معنوی بسیار طریق شیرین و عالیست، برترین نصیبیست که آدمی میتواند در زندگی خودش در این 78 سالی که در این جهان عمر میکنه پیدا بکنه. بالاترین نعمت است که آدمی از اون درخت های بهشتی که شناخت خداوند است میوهی بچیند و قبل از این که از این دنیا برود نفس او به کمالی برسد. اما در این میان مدعیان کاذب و فریبکاران بسیار زیادند. ما وقتی که میخواییم چیزی رو بدانیم و بفهمیم از چندین نفر که خبرند خب اطلاع میگیریم، مشورت میکنیم. من نمیدونم چه افتاده است ما را و چه پیش آمده است که فکر میکنیم در این طریقه های معنوی به پای خودمون بدون دیدن سابقه، بدون پرسیدن از بزرگان قوم و استفاده از تجربه های اونها میتوانیم این راه رو بروید. بارها و بارها این بزرگان خودشون این رو به ما گفتن. مولانا میگفت هر که او بی سر به جنبت دم بود، جنبش او جنبش کجرب بود، کجرب و شدکور و زشت و زهرناک، پیشه او خستن جانهای پاک. همه میگفتن که باید به دنبال یک راه بری بود، چون گرفتت پیر پس تسلیم شو، همچون موسی زیر حکم خضر رو به پای خود، به هوس خود، با اتکا به عقل خود، به عقل قاصر خود پیش رفتن در این طریق هیچ ثمری ندارد. و در این دنیا بزرگانی آمدند، سنتی انداختند و این سنت به تدریج فربه شده و کسی اگر میخواد پا در این مسیر بگذاره این باید از این سنت استفاده کنه. درست میتونید که شما بگید من میخوام طبیب بشم، هیچ کاری هم به اون چی که تا کنون در علم طب گذشته ندارم، همه آزمایش ها رو میخوام خودم شروع کنم، همه تئوری ها رو، همه داروها رو خودم آزمایش کنم. مگه میشه؟ مگه بفرزن بتوانید؟ مگه عقلانیه؟ خب این تجربه ها صورت گرفته، برهم انباشته شده، یک میراث سنگین و فربه برای ما پدید آمده. شما فکر کنید فلسفه رو خودتون شروع کنید، شما فکر کنید طب رو خودتون شروع کنید، ریاضی رو خودتون شروع کنید، مگه میشه؟ عین این مسئله در امور معنوی هست، بلکه قویتر و شدیدتر. من میخوام این طریق معنویت رو بپیمایم و به خدا برسم. بسیار عزم نیکو و مبارکی است، ولی پیش از شما بزرگانی در این راه رفتن، کسانی این مسیر رو طی کردن، دستاوردهایی داشتن، برای ما چیزهایی آوردن. تا از اینا شما استفاده نکنی و اطلاع حاصل نکنی، همینطور کورکورانه و به خیال خود قدم در این مسیر بگذاری، عمر هم که عمر نوح نیست، عمر کوتاه نیست، به هیچ جا نرسیده و سرمایه باخته از دنیا خواهی رفت. این توصیه بزرگی بود، مهم، بسیار مهم که بزرگان میکردن. سعدی در اینجا بسیار پوزکنده داره به ما میگه، میگه این راه رفتنیست اما به شرط این که در سایه بزرگی تا یه طریق بکنه. کسی که جاده رو کشیده، رفته و برگشته و میوه های آبدار از اونجا آورده و یک سنتی رو بنا نهاده و این سنت اونقدر فربه شده و پر دستاورد شده که نمیشه اون رو نادیده گرفت. یک کسی امروز بیاد و بگه که بنده میخوام یک سنت تازه رو آغاز کنم، یک دین جدیدی رو پدید بیاورم یا طریقه تازه رو به شما معرفی کنم، بسیار این امر مشکوک است و در این زمینه نمیتوان به اینجور حرفا اعتماد کرد. ببینید خود پیامبر اسلام وقتی که آمد گفت من سنت عیسی و موسی رو ادامه میدم، لستو بدعا من الرسل، من آدم تازه کار ناشی نیستم، من این حرفا رو برای اولین بار نیست که میزنم. یک سنت بزرگی در تاریخ خداوند بنیان نهاده است، من جزء این سلسله هم، من ادامه دهنده راه اونا هستم، من به این سنت ستبر تکیه زدم. خیلی این حرف مهمی است. میتونست ادعا بکنه که من مبدعم، من مؤسسم، من همه کارم، همه این چیزها رو نوآوری کردم، ولی هرگز این حرف نزد و نباید میزد.
برای اینکه آثار او هم نشان میدهد که بر سر همین سفره نشسته بود. مولانا وقتی که صحبت میکرد گفت ما سر سفره او نشستیم، خیر سفره پیامبر، نامت بمانا تا ابد ای جان ما روشن به تو. گفتن هر وقت اسم پیغمبر رو میشنیم، هر وقت مؤذن میرسید به اینکه اشهد ان محمد رسول الله، این مرد دستش رو به زانو میگرفت، بلند میشد و این نیم بیت رو میخوان، نامت بمانا تا ابد ای جان ما روشن به تو. ما خودمون این راه رو آغاز نکردیم، به پای خودمون نرفتیم، از تو یاد گرفتیم، در پی تو و در سایه تو حرکت میکنیم و از دست تو لقمه میگیریم و جرعه مینوشیم. این فوق العاده مهم است که بدانیم این رو. سعدی در اینجا خیلی به صراحت به ما میگوید خلاف پیامبر کسی ره گزید، که هرگز به منزل نخواهد رسید. مپندار سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی. امکان نداره که این راه های معنوی رو آدم بدون اینکه در ظل یک بزرگتر، یک پیشوایی تگه طریق بکنه برسد. یعنی اونقدر خطا خواهد کرد، اونقدر افت و خیز خواهد داشت که به جایی نمیرسه. سعدی با گفتن این سخن وارد نعت پیامبر اسلام میشود. مپندار سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی. وارد این می شود کریم السجایا جمیل الشیم نبی برایا شفیع الامم امام رسول پیشوای سبیل امین خدا محبت جبرئیل شفیع الورا خواجه بعث و نشر امام الهدا صدر دیوان حشر شفیع تا اون نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم. فقط در اینجا این رو اشاره کنم که وسیم که از صفات پیامبر اینجا ذکر شده یعنی زیبارو، آدم خوش صورت. گفتن در روایات هم آمده است که مردان الهی و خصوصا پیامبرانی که خدا میفرستاد همه اینا خوشتیب بودن، به اصطلاح امروز آدمیانی نبودن که با دیدن چهره اونها دیگران برمند. یعنی علاوه بر جاذبه معنوی، علاوه بر جاذبه کلامی و بلاغی، جاذبه جسمانی هم داشتن و همون هم باعث می شد که دیگران به اونها رو بیاورند و متنفر نشوند. یتیمی که ناکرد قرآن درست کتبخانه هفت ملت بشست. این هم از سخنان فوق العاده مهم سعدی است. جایی دیگه مولانا شبیه همین رو داره، میگه خداوند به پیامبر وعده کرد که من کتاب و ملتت را حافظم، بشکم کن راز قرآن رافظم، آنچنان کرد و از آن افزون که گفت او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. در مورد پیامبر هم کلمه بخت رو به کار میبرد که این مرد بختیار بود، اقبالناک بود و اینا خب نصیب هر کسی میشد و آنچه نصیب او شد. دوم این که وقتی هم که رفت بخت و اقبالش نخفت، یعنی این تمدن گسترش پیدا کرد. یک کسی در عربستان که هیچکی خبری از اونجا نداشت و محاصره شده بود با یه عده آدمیان کم فرهنگ، حدس نمیزد که این روزی دینی بشود که این چنین جهان گستر بشود. معناش اون تأیید الهی بود که پشت سر این مرد بود و امروز شما تو تمام کتابخانه های جهان کتاب این یتیم رو به تعبیر سعدی میتوانید پیدا کنید. نه فقط این کتاب او رو، بلکه انواع شروح و تفاسیری که بر این کتاب نوشته شده است. بعد از آن سعدی قصه معراج پیغمبر رو نقل میکند که شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک برگذشت. چنان گرم لطیح قربت براند که در صدر جبریل از اون باز ماند. بدون گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرا تافتی. به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند، اگر یک سر اون برتر پرم فروغ تجلی به سوزد پرم. این داستان و مولوی هم آورد. خلاصه داستان این است که معراجی بود، پیامبر با جبرئیل می رفتند بالا، به نقطه رسیدند که جبرئیل باز ماند و از ادامه راه عاجز شد. پیامبر به او گفت که ای حامل وحی برتر خرام،
تو تا اینجا با من همسفر بودی، همراه بودی، چو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ ما که با هم دوست بودیم، همسفر بودیم، چرا ناهمراهی میکنی؟ چرا رفیق نیمه راهی؟ بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی به سوزد پرم، نماند به اسیان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. گفت آقا دیگه بیشتر از این نمیتونم، بالهای من نیرو ندارد، توان ندارد، نمیتونم همراه شما بیام. و پیامبر از اون پس رو خودش رفت. ببینید این قصه معراج که مولانا هم داره، گفت او را هین بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم، باز گفت او را بپر ای پرده سوز، من به اونج خود نرفتستم هنوز، گفت بیرون زین حد خوش فر من، گر زنم پری بسوزد پر من. حیرت اندر حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخذ. من یه وقت این رو تفسیر جسمانی میکنیم، یعنی حقیقتا فکر میکنیم که پیامبریست به پرواز در آمده یا بر مرکبی نشسته و جبرئیل هم مثل یک پرنده در کنار او پیش میروند، بالا میروند، بالاتر میروند، تا به نقطه میرسند که انرژی جبرئیل تمام میشه و توان بال زدن نداره، و آن را پیغمبر از او فراتر میروند و به عرش برین میرسند. خب این تصویر بسیار خامی است، بسیار ساده انگارانه است، و اصلا اونجایی که پیامبر رفت جا نبود که ما برای او بخوام مسافت قائل بشیم و بگیم مثلا پیامبر 100 کیلومتر بیشتر از جبرئیل طی کرد. جبرئیل بال نداشت و بال داشتن او همه تصویری است، همه مجازی است، همه استعاری است. خب پس ما اینو چجوری باید بفهمیم؟ اینجوری باید بفهمیم که پیامبر دسترسی به معارفی داشت، امکان دیدن مشاهد و مناظری رو داشت که جبرئیل نداشت. خب از اینجا باز یک نتیجه باید بگیریم و این حرفیست که فیلسوفان ما زدن. ملا صدرا در آثار خودش صراحتن میگه فکر نکنید که جبرئیل معلم پیغمبر بود، ولی اینکه اگر معلم بود همه جا باید پیامبر دنبال او میرفت، تا اونجا که اون دستش رو میگرفت و میبرد باید میرفت، فراتر از او که نمیتوانست بره، برتر از او که نمیتوانست. این که پیامبر جایی رفت که جبرئیل نمیتونست بره، معناش این استش که پیامبر از جبرئیل برتر بود، چه احتیاجی به جبرئیل نداشت. اون همراهی نخستین هم یک همراهی سوری بود. به همین معناست که عده میگن جبرئیل رو پیامبر نازل میکرد، نه اینکه پیام جبرئیل نازل میشد تا به پیامبر یه چیزی یاد بده. و به این ترتیب اصلا معنای وحی، جایگاه جبرئیل، همه اینا عوض میشه. سعدی هیچ توضیحی در این باب نداده، مولانا فقط اونجا میگه حیرت اندر حیرت آمد زین قصص. قصه حیرت آوریست، قصه شگفت آوریست که جبرئیلی که می اومد تا قرآن رو به پیامبر بخواند، خود او اعتراف به عجز میکنه، میگه تو جایی رفتی، چیزایی دیدی، چیزایی بلدی که من با اونجاها راه ندارم. یعنی گویی که تو بدون احتیاج به من میتونی راه رو به پیمایی، نه تنها به پیمایی، از من برتر و فراتر هم بروی. بنابراین این که جبرئیل در اینجا چه کاره بود، حقیقت چینه که به جایی که پیامبر تابع جبرئیل باشه، جبرئیل تابع پیامبر بود. خب این همون حرفیست که کسانی گفتن که وحی تابع پیامبر بود، نه پیامبر تابع وحی. و جبرئیل چنان که عارفان ما گفتن همون عقل پیامبر بود، همون استعدادی بود که خداوند در پیامبر نهاده بود، که گاهی به صورت ملک بر او مصور میشد. در اینجا مجال سخن بسیاره، ولی خب ببینید خلاصه مطلب اینه که جبرئیل به پیامبر گفت اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی به صورت پرم. این تعبیری است که به عربی هم در روایات نقل شده که لو دنوت انملتن لحترقت. انمله یعنی سرانگشت، به اندازه یک سرانگشت اگر بالاتر بیام و نزدیکتر بشم، بالهای من آتش خواهد گرفت و تمام وجود من خواهد سوخت
و من اجازه ندارم اونجا بیام. به خود اون شاعر، من به جایی میروم کجا قدم نامحرم است، هر کجا ما جام میگیریم جم نامحرم است. خب معنای معراج پیامبر رو ما اگر خوب دریابیم که اولا پیامبر بی احتیاج به جبرئیل بالا رفت و جبرئیل با اون نمیتونست همراهی بکنه، دوم این که در واقع تجربه پیامبرانه که ما از اون سخن میگیم همین معراج پیامبر رو، و گویا یه بار هم نه چند بار پیامبر به معراج رفته بود و قصه های معراج با هم در آمیختن. و معراج پیامبر اولینش در دومین سال بعثت صورت گرفت و در همون سفر معراج بود که نماز به پیامبر تعلیم داده شد و بسیاری از صور و منازلی که بعداً در قرآن آمد در باب روز قیامت، همه اینها به صورت رؤیایی، تمثیلی، کشفی در این سفر بر پیامبر آشکار شد. عایشه می گفت که پیامبر جایی نرفت، روایت مشهوری از عایشه، تو خونه بود، خوابیده بود. همه این سفر یک سفر رؤیایی بود. بو علی سینا یک کتابی داره اصلا راجع به معراج، رساله معراجیه، در اونجا میگه معراج پیغمبر یک سفر فکری بود. اصلا گمان نکنید که از خانه اومد بیرون و سوار مرکبی شد که گفتن اون مرکب یا دلدل بود یا فرض کنید که اسم دیگری داشت، چی بود؟ براق. بله. و بعضی هم گفتن این براق مشتق از برق، یعنی با سرعت نور حرکت میکرد. نه، اینها رو کنار بگذارید، این اصلا سفر، سفر فکری بود، سفر عقلانی بود، سفر روحی بود و پیغمبر در درون سفر کرد و این عوالم در درون بر اون کشف شد و بقیه وحی های پیامبر هم از همین جنس بود. البته ما چون عادت داریم چیزها رو برای خودمون مصور کنیم، مخیل کنیم، البته برای جبرئیل اوصاف یک پرنده رو قائل میشیم، برای معراج چنین گمان میبریم یه سفر آسمانی بود اونطوری که هواپیما میرود یا موشک ها میروند، اما خب این فکرها رو باید کنار بگذاریم. پیامبر سر جای خودش نشسته بود و سیر عرش میکرد، همونجا بود و در رؤیا و در شهود همه این عوالم رو، برای اینکه اون عوالم از جنس روح آدمی هستند نه از جنس جسم. این کرات جسمانی هم، مریخ، مشتری، اینا اگه بخواید برید باید مرکب مناسبی پیدا کنید و به اونها برید، اما عوالم ارواح و ملائک از جنس روح هم، با مرکب روح شما باید به اونجا برید نه با مرکب جسمتون. چه معنا داره که آدم سوار یه مرکبی بشه که اون مرکب هم جسمانیست و بعد به جاهایی برود که روحانیست و ماده و مقدار و مسافت و اینا در اونجاها مطرح نیست. در ابتدایی که مسئله معراج مطرح شد در عالم اسلام و نزد عموم مفسرین، درک از معراج یک درک جسمانی بود. عموم کسانی که اون قصه ها را هم نوشتن چنین تلقی داشتن، اما هرچه که ما جلوتر آمدیم تا به امروز، خوشبختانه مفسران و خصوصا فیلسوفان معراج رو تفسیر روحانی تر کردند، تفسیر رویایی تر، تفسیری از جنس ورود در عالم مثال، در عالم کشف، در به قول سهروردی در اقلیم هشتم، در ناکجا آباد، در جابلقا، در جابلسا و چیزهای از اون قبیل که بسیار هم شنیدنی و پذیرفتنی تر است تا نسبت به اون تفسیرهای دیگری که 100% مادی است. و بعضی از علمای ما هم فکر کردن که امروز چون مسئله موشک‌های قاره پیما و بعد موشک‌های فضا پیما مطرح شده و چون مسئله نور و سرعت نور آمده، دلائلی برای اثبات یا امکان معراج پیدا کردن. بگمان من اونا همه بیراه رفتن است و درست‌ترین امر این است که ما مثل بو علی سینا این سفر رو یک سفر فکری و عقلانی بدانیم و یک سفر روحانی که در این سفر اون عوالم روحی بر پیامبر منکشف شدن، اون هم به صورت تمثیلی
یعنی چیزهایی که اونجا پیام بردید این واقعه نبود، درست شبیه واقعه هایی بود که ما در خواب میبینیم که بعداً باید تعبیر کنیم. پیامبر در اونجا دیدن فی المثل در داستانهای معراج اومده که کسی اونجاست که دائما لب او رو با قیچی میبرن و دوباره اون لب پیدا میکنه و دوباره از جبرئیل پرسیدن که این چه بود؟ این واعظ غیر متعظ است، این آدمی است که مردم رو وعظ میکنه پند میده اما خودش به اونها عمل نمیکنه. دیدن که یک کسی است که شکم خیلی بزرگی داره، دو قدم راه میره دوباره میخوره زمین. گفتن این که این آدم رواخواری است و چیزهای دیگری. همه چیزها رو به صورت تمثیلی پیامبر دید، درست شبیه اونچه که ما در خواب میبینیم. بعدن اونها رو آمد و گفت برای ما تا ما دوباره اونها رو معنا کنیم. حتی وقتی که سفر آغاز شد و ظاهراً جبرئیل با او بود و گفت جبرئیل ابتدا منو تا بیت المقدس برد، گفت وسط راه دیدم یک کسی در جاده داره منو صدا میزنه. جبرئیل من گفت برو اعتنا نکن. و وقتی که من رسیدم به بیت المقدس به من گفت که این شیطان بود که تو رو میخواند، اگر رو تو به اون طرف میکردی اسیر وسوسه های او میشدی. ببینید تمام اینها حالت تمثیلی داره. پیامبر گفت وقتی که به بیت المقدس رسیدم جبرئیل دو تا ظرف پیش من آورد، یکی شیر یکی شراب، گفت انتخاب کن. من شیر رو انتخاب کردم و جبرئیل من گفت شراب رو انتخاب کرده بودی کلن پروندت بسته میشد. بعد در اونجا یک نردبانی از طلا گذاشتن یا نردبانی از نور یادم نیست و جبرئیل گفت برو بالا. رفتم بالا تا به آسمان ها رسیدم، به هر آسمانی که می رسیدم پیامبری بود، در آسمان رو بروی من می گشود. جبرئیل او رو معرفی می کرد، می گفت این عیساست، می گفت اون موساست، اون ابراهیمه، تا به بالاترین مراتب رسیدم. شما این قصه های معراج رو اگر بخوانید دقیقا مثل سفر، یک سفر رویایی است، سفر رویایی شیرین، پر حکمت، پر نکته. و پیامبر از این سفر با دست پر برگشت و همون سرمایه نبوت او بود. و بعداً جزئیات این سفر رفته رفته در قرآن گسترش پیدا کرد، در بیانات پیامبر گسترش پیدا کرد و شد اونچه که دیدیم. بنابراین سخن سعدی که در اینجا حکایت معراج رو در ابتدا میگه دو تا مطلب راجع به پیامبر میگه دیگه. یکی این که یتیمی که ناکرد قرآن درست، کتب خانه هفت ملت بشست، یک دستاورد و قرآن بود. دومین سفر معراج، شبی بر نشست از فلک در گذشت، به تمکین و جاه از ملک در گذشت. چنان گرم در تیه قربت براند که در صدره صدره جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرا تافتی. بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. خب سعدی بعد اضافه میکنه یه نماند به اسکان کسی در گرو که دارد چنین سیدی پیش رو. درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد. اون باب شروع میکنه وقتی که پیروان پیامبر رو میگه، نخستین ابوبکر پیر مرید، عمر پنجه بر پیچ دیو مرید، خردمند عثمان شب زنده‌دار، چهارم علی شاه دلدل سوار. این شعرانی که میخوندم یاد آقای دکتر ولایتی وزیر خارجه سابق خودمون رو افتادم که یک کتاب خیلی کم رمقی در باب سعدی نوشته و در اونجا گفته سعدی شیعه بود اما تقیه میکرد. چه تقیه ای؟ چه دلیلی داره که حالا چه اهمیتی داره ما همه مردم خودمون رو شیعه؟ به این صراحت داره میگه دیگه، داره میگه که اصحاب پیامبر نخستین ابوبکر پیر مرید، عمر پنجه بر پیچ دیو مرید، خداوند خردمند عثمان شب زنده دار، چهارم علی شاه دلدل سوار. خدایا به حق بنی فاطمه که بر عمر ایمان کنم خاتمه، شکم گردده ای صدر فرخنده پی، ز قدر رفیعت به درگاه حی،
که باشند مشتی گدایان خیل به مهمان دارالسلامت طفیل. صریحاً سعدی در اینجا سخن از شفاعت میگوید، از تشفع کردن و توسل کردن. اشاره کنم و قبلا هم گفته بودم سعدی پرورده مدارس نظامی است. مدارس نظامی 12 مدرسه بود که خاتون نظام الملک ساخت در 12 شهر و سعدی دانشجوی و فارغ التحصیل نظامیه بغداد. خب در نظامیه هایی که خاتون نظام الملک ساخته بود دو تا مکتب تدریس می شد، یکی فقه شافعی و دیگری مکتب کلام اشعری. در مکتب کلام اشعری یعنی نزد اشاعره شفاعت جایز است، در حالی که نزد معتزله شفاعت جایز نیست. معتزله خیلی عقلی بودن، کرامات رو هم قبول نداشتن، اینکه مشایخ بتوانند کرامتی بکنند و خرق عادت بکنند، ولی اشاعره قبول داشتن، اختلاف زیادی بود. سعدی در اینجا صریحا میبینید که دست توسل و تشفع به دامن پیامبر برده است که نماند به اسیان کسی در گروه که دارد چنین سیدی پیش رو. البته معناش این است که پیامبر بیاد گناهان ما رو بیامرزه، با معناش این است که میتواند از خداوند خواهش کند، یعنی دعا کند، دعایی که خداوند میتواند اجابت کند و میتواند هم اجابت نکند، هیچ الزام آور نیست، صورت خواهش کردن داره. بلند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق و آدم هنوز از آب و گل، تو اصل وجود آمدی از نخست، دگر هرچه ما موجود شد فرع توست. ندانم کدامین سخن گویمت که والاتری زنچه من گویمت، تو را از رویاک تمکین بس است، ثنای تو تاها و یاسین بس است. چه مدحت کنم سعدی ناتمام، علیک الصلات ای نبی و السلام. خب سخنمون رو با سلام و صلوات بر پیامبر ختم میکنیم، اما چون من عزم کردم که در پایان هر جلسه از این جلسات سعدی شناسی غزلی هم از این بزرگوار براتون بخونم، اجازه بدید یک غزلی که از عارفانه ترین غزلهای سعدی است و در خطاب به خداوند است بخوانم و کامتون رو شیرین کنم و سخن رو به پایان ببرم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، اون چه در سر سویدای بنی آدم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. پادشاهی و گدایی برای ما یکسان است که در اینجا همه را پشت عبادت خم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. و السلام علیکم. سال اولتون بله لازم نیست که اون راهنما حتما زنده باشه، از آثارشون میشه استفاده کرد و اتفاقا تفاوت این راهنمایان معنوی این است که آدمی وقتی که از اونها استفاده میکنه رفته رفته یک کانکشن روحی با اونها پیدا میکنه. پیروی از این راهنمایان معنوی فرق داره با دیگران، یعنی ممکنه یک کسی امروز مثلا مارکسیست باشه، کتابای مارکس رو بخونه، اما هیچ رابطه روحی معنوی با مارکس دیگه نخواهد داشت، آثارش رو بخونه،
اما با پیامبران و مشایخ طریق اینطور نیست. آدمی وصل میشه به اصطلاح، یک ارتباط و اتحادی حاصل میشه و این شدنیست. البته بدون این اصلا نمیشه، یعنی نهایتا باید یک چنین اتفاقی بیفته. اما در مورد ملائکه، ببینید ما که ملائکه نیستیم، به دلیل اینکه پیامبر گفته، به دلیل اینکه قرآن گفته، اگر نبود ما راهی هم برای فهمیدن و شناختنش رو نداشتیم حقیقتش، مثل خیلی چیزهای دیگه. و چون قول پیامبر معتمد است و ما میتونیم به او اتکا کنیم. من دیدم خیلی ها مثلا راجع به تناسخ صحبت میکنن که بعد انسان بعد از اینکه ما دوباره روحش به این دنیا میاد و مدن یک جانوری حیوانی میره یا انسان دیگری میره، من وقتی از این پرسم شما دلیلتون چیه برای حرف ها؟ اینا که علمی که نیست، تجربی که نیست، فلسفی که نیست، یعنی هیچ برهان عقلی برای اینا جاری نمیشه. تنها راهش این است که اینا آدم از یک شخص کاملا معتمد مطمئن شنیده باشه. خب کی اینا رو گفته؟ یا آدم های مثل خود ما. من تعجب میکنم عده ای مثلا به معاد که پیامبران گفتن آنچنان که باید اعتقاد نمیورزن، اما به این حرف های بیسر و تر چجور دلبستگی نشون میدن. علایه حال اگر از ملائکه پیامبران برای ما نمیگفتن، ما چندان هم اطمینانی به وجودشون نداشتیم. اما ما این ملائکه رو میدونیم چی هن، همقدر میدونیم یک موجودات روحانی هن. اینا میتونن به صورتهایی درن در خیال بنده و شما یا در خیال پیامبر. اون صورتها به اصطلاح صورت اصلی اونها نیست و اصلا اونها صورت ندارن، بی صورت هن. و در خیال ما صورت میگیرند و به همین سبب است که ما اسمشون رو داریم ملک. بعضی هم گفتن که این ملک همون ملخه و چون این ملخ که دوتا بال داره، واقعا خیلی ها فکر میکنن که این ملائک هم بال دارن دیگه، مثل ملخ. خدا رحمت کنه مرحوم باستانی پاریزی، من بسیار شوخی بود، ایشون خلاصه ملک و ملخ و اینا رو با هم یکی کرده بود دیگه. با شماست شما توضیح دادید که اینا که در این مسیر میرن بر نمیگردن، ولی از اون طرف میگید که اینا که از این مسیر میخوان برن باید دست به دامن اونایی بشن که این راه رفتن. بله ببینید، اونایی که این راه رفتن برگشتن، اونا پیامبران بودن فقط که برگشتن. وقتی قبضی از این میوه های خودشون رو در اختیار ما میگذارن و به همین مقدار ما میتونیم بهره مند بشیم، نه بیش از این. بله منظور اینه که به پیامبران بعدن میان، یعنی که مفتی یا نه پیامبران. پیامبران ببینید، و کسی که با اونها وصله، بیش از این نه. این سخن سعدی این است. بله اونجاست که ما یه جای مطمئن میداریم که پامونو بگذاریم. چی داشتن؟ اسم اعظم رو، اسم مخصوص مخصوص رو ایشون داشتن، اگه داشتن با توجه به اینکه به هر حال بعد از 300 ایشون مسائل زیادی رو کشیدن، نظر شما برای این باره چیه؟ خود من توی نظر سعدی راجع به اسم اعظم سوالی نکرده و یعنی من به یاد نمیارم و بعید هم میدونم که در آثار اون چیزی باشه. اما این که پیامبر اسم اعظم رو می دونستن، این که اسم اعظم چیه، این که دانستن اسم اعظم چیه، از مشکلات هست. خلاصش ظاهرا این اندیشه از یهودیان وارد اسلام شده، مسئله این که اسمی هست و بعد اسمای بالاتری هست و اسم اعظمی هست و بعد هم در باره اینا یک خیالاتی هم صورت گرفته که کسی اسم اعظم رو بدونه همه کار میتونه بکنه. من به یاد دارم مرحوم آقای طباطبایی در تفسیرشون نوشتن که اصلا اینکه اسم اعظم یه لفظی باشه مثل اسماء دیگه، مثلا اسم شما احمد، اسم فلانی مثلا اکبر، یه اسمی هم خدا داشته باشه به نام اسم اعظم که بزرگترین اسماء اوست و
و اگر کسی اون رو بلند باشه به همه کار توانا بشه. ایشون نوشتن اصلا این خلاف قاعده علت و معلوله. اگر هم اسم اعظمی باشه و اگر معنا داشته باشه دانستن او، خلاصه معناش این است که خود شخص واجد یک توانایی ها و سرمایه های باشه به این معنا. خب بله، پیامبر بالاخره انسانی ویژه‌ای بودن و خداوند برخورداری های خاصی بهشون داده بود. معنی اسم اعظم هم همینه، یعنی میتوانست تا ارتفاعاتی پرواز بکنه که دیگران نمیتوانن. من حقیقتش بیشتر از این نمیدونم. قضیه معراج در قرآن من به خاطر اهمیت کار نگاه کردم، یک آیه یا گاهی بیشتر نیامده، به خیلی کلی صحبت شده، نام از پیغمبرم نیست در آیه، فقط ما داریم تفسیر میکنیم و میدیم که پیامبر، به نام پیامبر میخوانیم. آیا واقعا خودش خود پیغمبر خودشون گفتن با زبان خودشون که من به معراج رفتم، یا اینکه کسانی در مقایسه با مسیحیت که گفتن مسیح به آسمان رفته میخواستن یک موضوعیت اینجوری هم در اسلام باشه، اینو پیش کشیدن، یعنی درست کردن که هر کس اومده بال و پر داره به این ماجرا خواستم بینم و داستان های متعدد بودن. آیا پیغمبر خودشون با زبان خودشون در جای گفتن یا ببینید در قرآن دو جا بحث معراج اومده، یکی در سوره اسراء که شروع میشه با این آیه که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. این مقدارش بیان شده که شبانه پیامبر از مسجد الحرام به مسجد الاقصی رفت که بیت المقدس است. دیگری در سوره نجمه و نجم اذا هوا ما ضل صاحبکم و ما تقا و ما قوا و لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، از اینجا آغاز میشه تا اینکه به این نکته ها میرسد که علمه شدید القوا، شدید القوا به او چیزها رو یاد داد. حالا اینکه شدید القوا کیه، خب مفصل اختلاف دارن، بعضی هم میگن همین جبرئیله، ولی گفتن مثل ملا صدر ما میگن نه خیلی جبرئیل معلم پیامبر نبود. در حال وقت در اونجا میگوید که سمت دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پیامبر بالاتر رفت و بالاتر رفت، هی نزدیکتر و نزدیکتر شد تا قاب قوسین. قاب یعنی اندازه و عربی نه قابی که ما میگم، یعنی مقدار، به اندازه دو کمان فاصله داشت. قاب قوسین دو کمان با کی فاصله داشت؟ بعض از مفسران میگن با خدا فاصله داشت، بعض ها میگن دو کمان فاصله بین جبرئیل و محمد بود. وقت در اونجاست که میگوید ما کذب الفؤاد ما را، دل پیامبر هرچه را که دید تکذیب نکرد و دل او به او دروغ نگفت، یعنی یک مشاهده یا رؤیتی صورت گرفت. ما کذب الفؤاد ما را ولقد رآه نزلت اخرى، بعد هنگام پایین اومدن هم یک بار دیگر جبرئیل رو و اون شدید القوا رو دید. این هم آیاتی است که در ابتدای سوره نجم آمده و عموم مفسران معتقدند که مربوط به معراج پیامبر می شود که رفته است و به اندازه دو کمان با سدرت المنتها فاصله داشته. کلمه سدرت المنتها دقیقا در همونجا آمده. سدرت المنتها یعنی درخت سدری که پایان مسیر پیامبر بود، که اتفاقا بعد در روایاتی که در از معراج آمده از پیامبر نقل شده است که بله من به اون درخت رسیدم و برگ های اون درخت رو تشبیه کرده بودن به یه چیزی که الان میاد ندارن، اون خیلی برگ های بزرگی بود، در حال پایان مسیر ایشون بود اون درخت صدری که در اونجا قرار داره. اما تو قرآن دیگه بیش از این نیست، ولی از پیامبر روایات خیلی زیادی رسیده در باب این معراج. و عایشه که خب همسر پیامبر بود، یعنی بعدها همسر پیامبر شد، تو اون موقعی که این معراج صورت گرفت عایشه هنوز زن پیامبر نبود، و از معاویه روایاتی آمده و از تعداد زیادی کسانی که مراجعه کنید به تواریخ و تفاسیر براش تفاسیر رو شما میگن.
و البته پروبال زیادی داده شده، یعنی خیلی از اون روایت ها معلومه که محصول خیال و افسانه سرایی راویانه، ولی یه جیستی، یه کوری، یه کانونی داره که اون کانون رو خیلی قبول دارن. بعدم فقط عیسی نبود، اونطوری که ما تو تاریخ پیامبران تقریبا همه پیامبران معراج داشتن، توجه میکنید همه شد، و این معراج هم تجربه معنوی شد. در باب موسی هم نوشتن، در باب ابراهیم هم نوشتن، توی نان کانونیکال ورژنز آف بایبل، یعنی این کانونیکال ورژنش که الان در اختیار هست این معراج ها نیست، اما این میدونه اون کتاب ها یک نان کانونیکال ورژن هم داره، یعنی نسخه هایی از اونها هست که مورد قبول جامعه یهودیت یا احبار و علمای یهود نیست، همچنان که انجیلای فراوانی وجود داره که نام کانونیکال هست، اما بودن شاید نزدیک 100 تا. در اونجا ها معراج موسی هست، معراج ابراهیم هست، به حال این قصه وجود داره. عموم پیامبران براش خود تو خود چیز هست، ادریس که در قرآن آمده، رفعنا و مکانا علی، یا ادریس به عالم بالا رفت و امثال اینا. در مورد ادریس قصه خوشمزه‌ای هم هست که وقتی بردنش به آسمان و جبریل همراهش بود، از دم بهشت که عبور میکردن پرسید کجاست، اینجا گفت اینجا بهشته، گفت خب اجازه بدید من برم تو رو ببینم، ازش قول گرفتن که رفتی دیدی بیا بیرون، ها اونجا نمون. رفت و بعد که گفتن آقا بیا بریم دیگه، گفت نمیام. گفتن قول دادی؟ گفت وفای به عهد مال تو دنیاست، این بهشت دیگه نداره. موند نشست که نشست. بله بفرمایید، شما سوال آخر رو بفرمایید دیگه. بله اصلا که از یک از تاریخ چه در ایران چه در جهان اسلام فوق العاده مطرح هستید، این منصفانه تر بود اگه اجازه میدادن سوالایی که نه لزوما بحث این شب بشه سوال کنید، ولی به حال اجازه ندادن و ما هم سوال نمی کنیم. در اون حدی که عرض شود که محدودم کردن، در این مسئله من برای من پیش میاد که اگه قرار باشه که ما به یک کسی که عالمه و بیشتر از ما میدونه نگاه بکنیم و ببینیم من دیگه اون چیه و درجاتی که اون بهش رسیده چیه، همون مسئله تقلید پیش میاد. و مثلا تقلید، خب پیغمبر هست، قرآن هست، نهج البلاغه هست، با تفسیرهای بسیار گوناگون. برای مردم عادی این امکان وجود نداره که بدن تمام منابع و مراجع رو چک بکنن و ببینن کی درست‌تر میگه. منجر میشه به همون ملایی که سر محلشون یا آیت اللهی که مملکتشون داره اداره میکنه. و از جهتی از یه نظر دیگه، چون این افراد به دنیایی دسترسی دارن، به مراحلی از معنویت دسترسی پیدا کردن و چیزای اونجا دیدن که وقتی برای ما توضیح میدن، ما هیچ ابزار این جهانی نداریم اونا رو بتونیم تشخیص بدیم، ابزاریست آن جهانی و اینجا میتونیم ما گمراه بشیم به واسه یه آدمی که میگه من از اونجا اومدم یا اون چیزایی که اونجا هست من میدونم، و تا اونجایی میرسیم که یه رهبر تشیع تاریخی میگه که اگه بین نظام و نهج البلاغه و قرآن قرار شد یک چیز انتخاب بکنی، نظام رو انتخاب بکن، از واجب و اوجب واجبات هست. خب ما با این آقایی که کمتر از شما قرآن نخونده، کمتر از شما نهج البلاغه نخونده، مردم کدوم انتخاب بکنن؟ برای اینکه هیچ ابزاری نیست که ما بسنجیم ببینیم اون چیز که اونجا دیده واقعیت درست یا نیست. آیش میکنم بفیدن که آقای دکتر بکنه ایشون میگن که من سالشون واضح بود، اتفاقا سال خوبی هم هست. ایشون میگن که مدعیان زیادن، مدعیان رهبری معنوی، مدعیان فهم قرآن، مدعیان دیانت، مدعیان پیشوایی، و ما دنبال کدوم بریم؟ بعد دیگه این قبول حافظ گفت مستور و مست هر دو چو از یک قبیله هم مادر به اشوهی که نهیم، اختیار چیست؟ دنبال یکی روان بشه. و ببینید شما فکر میکنید چی کار میشه کرد در اینجا؟ من واقفم به اون نقطه که شما میگید، میگید افراد میرن مولای محلشون
خب برای همینطوره، آدمی که نمیدونه، افراد دکتر محلشون هم مراجعه میکنن، افراد به معلمای محلشون، به دبستانای محلشون مراجعه، به بازار محلشون هم مراجعه میکنن، کفشی، لباسی، خوراکی بخوان از اونجا میگیرن، به همه غذاهای عالم، به همه لباسای عالم دسترسی ندارن، به بهترین معلم‌ها و دبیران دسترسی ندارن و به بهترین طبیب ها، همونی که دارن قناعت میکنن. شما ملاحظه کنید این دنیا همچه بازاریه، این دنیا بازارچه است. حافظ خوب میگفت نقد بازار جهان بنگرون بازار جهان، اگر شما را نبسید سود و زیان ما را بس. واقعا این از بهترین تمثیل های عالم این بازاره. آدم نزدیکترین بازارچه ای که داره معمولا انتخاب میکنه. یعنی ما همه این کار کردیم، همه دنیا این کار کردیم. لذا من این رو دارم دارم شما میگم و دوستان، ما نزدیکترین بازارچه که بر اختیار داشتیم رو دین اسلام بود. ما رو انتخاب کردیم، هیچ ملامتی هم بر ما نیست، برای اینکه امکان نداره، برای هیچ کس امکان نداره که اول همه جهان و همه تاریخ رو بگرده بعد بیاد سر خونه خودش بگه حالا چیکار بکنم. از همونجا شروع میکنه، کمان که در هیچ امر دیگری هم ما این کار رو نمی کنیم. دوباره که آدم بدنی بازاری که مراجعه میکنه اتفاقا جنس بهتر و ارزونتر رو میخواد. خب ما ارزونترین چیزی که در اختیار قرار گرفته همون طریقه معنوی پیامبر اسلام بوده. شما تو بازار که میرید فروشنده های مختلف هستن، متقلب هم توشون هست، بالاخره یه راهی پیدا میکنید کمابیش برای اینکه جنس درست بخرید، سرتون کلا نره، به قیمت مناسب بخرید، با دوام بخرید، همین کار رو تو اینجا هم بکنید و در این حال مسئول هم نیستید از اینکه کسی کلاتون رو بر نداره. ممکنه وقت یارتون نباشه، کلاهبرداری هم کما که خیلی اونطوری شدن توی دنیا، سرنگون افتادگان زیر منار مینگر صدها هزار هم در هزار، خیلی هم بودن که کلاهبرداری کلاهشون برداشتن فریب خوردن. پس کاری که میشه کرد همینه، ما هم تو باید آگاهی بدیم، اما دنیا رو نمیتونیم اصلاح کنیم، بازار جهان رو نمیتونیم عوض کنیم، بلکه نتیجه که رسیدم اینه، اما آگاهی میدیم. یعنی همین سوالی که شما میکنید که سوال آگاهی بخشه، که آی مردم چشمتون باز کنید، اگه یک کسی اومد و ادعاهای زیادی کرد گوش ندید. من همیشه این حرف پاپر در گوشمه، فیلسوف مشهور اتریشی انگلیسی، میگفت که در سیاست و در طبابت هر کس وعده زیاد بده شارلاتانه. گوش کردید؟ خب این یک نکته آگاهی بخشه. بعضی طبیبا دیدی شما بیاد من یه چیزی به تو میدم جوان میشه، 30 سال جوانتر میشه، از این حرفا بعض از این شارلاتان ها میزنن. در سیاست هم همینطوره، گلستان میکنیم، دو روزه تورم پای میاریم، فلان میکنیم، فلان میکنیم، بنیان میگیریم، تمدن تازه میآفریم. در سیاست و در طبابت هر کس وعده زیاد داد شارلاتان است. ما همین آگاهی ها رو باید پخش بکنیم، در مورد دیانت هم همینطوره، در مورد سیاست هم همینطوره و جایی، تا اینکه آدمیان قدری این خریدی که میکنن تا چشم باز باشه. گمان نمیکنم بیش از این بتوان کاری کرد. من معمولا دانشجو جوانایی که همیشه بشه من اومدم من گفتن یه نصیحت به من بکنید، یک نصیحت میکردم یا اگر چند نصیحت میکردم این یکی در صدرشون بود، میگفتم دست ارادت به هیچ کس ندهید، به هیچ کس نگید آقا خانم بنده سرسپرده شما چشم بسته، هر چی گفتیم قبول، چشماتون رو باز کنید، عقلتون رو به کار بیاندازید و تا اونجا که میتونید کنجکاوی کنید و خردبینی کنید و تحلیل و تعمیق بکنید. اهل تحلیل باشید نه اهل تجلیل.